این پنجا و چهارمین جلسه از مجموع نشست های در واقع یک شنبه های حقوقی و حقوقشناسی است که انجمن حقوقشناسی برگزار میکند همطوری که در جریان هستی در هفته گذشته دولت امریکا طرحی را با عنوان طرح صلح برای خاورمیانه یا چیزی که معروف شده به معامله قرن منتشر کرده این طرح شاید یک مقداری در واقع ما را برگردونه به اعلامیه بالفورد و به عبارتی بگیم که این بالفورد صد ساله هست چون تقریبا از 2017 که این طرح در واقع در دستور کار قرار گرفت که تنظیم بشه دقیقا یک سال اعلامیه بالفورد بود طرحی که در اون عنوانی که در واقع شما میبینید صلح شکوفایی و آینده بهتر اهداف خیلی جذاب، اما از رهگذر گذر ابزارهای نامشروع، غیر قانونی و حتی غیر اخلاقی که حالا در لابلای صحبتهایم خدمتون توضیح خواهیم داد که وقتی میگیم غیر اخلاقی به چه منظور هست وقتی میگوییم در واقع غیر قانونی باز به چه معنایی هست طرحی که در واقع یک جانبه و سوی در واقع دولت امریکا و با یک نگرانی عمده که اگر در واقع شما سر تا ته این طرح را نگاه بکنید یک ملاحظه اصلی و یک دقدقه اصلی می امنیت رژیم اسرائیل یعنی همه چیز در واقع فدا بشود تا امنیت رژیم اشغالگر قدس تأمین بشود طرحی که اساتید توضیح خواهند داد با قدنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد با قدنامه های مجمع عمومی با اصول بنیادین منشور ملل متحد از جمله اصل عدم مداخله اصل حق تعیین سرنوشت اصل غیرقانونی بودن الحاق سرزمین یک کشور از طریق زور و همچنین بحث دیگری مثل احداث شهرک های یهودی نشین و مواردی از این قبیل ما را به سمت یک سری نگرانی های جدی حقوقی رهنمون می کنند. مسئله عرب و اسرائیل از 1940 تا امروز نزدیک هفتاد ساله و در این مورد در اون 700 قطنامه به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد گذشته تصویب شده و بیش از 100 قطنامه به وسیله شورای امنیت سازمان ملل برای حل مسئله عرب و اسرائیل ولی در این لحظه که خدمت شما هستم هنوز این مسئله لاینال مونده به خصوص مسئله فلسطینی ها و آینده اونها چون همواره بر این بوده که فلسطینی ها رو به عنوان کشور تلقی نمی کنند وقتی که یونسکو نماینده فلسطین رو به عنوان یک کشور پذیرفت آمریکا و اسرائیل از یونسکو خارج شدند و حتی خود فلسطینیانی که از اون سکنه اصلیشون مجبور به تخلیه شدن سعی میکردن واژه آواره رو بذارن. که این استاتوس هنوز در آوارگی هستن برای بازگرداندن به سرزمین اصلی و به خصوص اونهایی که خارج شدن از زادگاه خودشون مسئله فلسطین از یه طرف یه پانیست در شطرنج کشورهای خود عربی یعنی دولتهای عربی به خصوص کشورهای معتبر عربی مثل از بفرمایید مصر <coughs> یا سوریه لبنان و یا شمال آفریقا مراکش الجزایر لیبی یا عربستان و غیره هر کدام سعی می کنند به عنوان دفاع از منافع مردم فلسطین و ضایعاتی که وارد شده ادعای رو مطرح بکنند ولی برخوردشون حتی با پناهندگان فلسطینی که در این کشورها حضور دارند یه اگر خاطرتون باشه وقتی که عراق حمله کرد به کویت ظاهرا به این به نظر می رسید که برخی از فلسطینی های مقیم کویت استقبال کردن بعدا دولت کویت تمام فلسطینی هایی که در کویت بودن اخراج کرد و در و یا فلسطینی که در عراق هستن و دیگر کشورها در واقع برخوردشون با این گروه های فلسطینی به عنوان افرادی که همبستگی گریز ناپذیر در عرصه های مختلف دارا هستن برخورد نمیشه قدرت های فرامنطقی هم همینطور که میدونید در این رابطه موازهی که اتخاذ میکنن یا بیشتر به نفع است، برای آمریکا مسئله اسرائیل و امنیتش در خاورمیانه و بقاش در خاور میانه اولویت ویژه داره از نظر روسیه هم تا حدود در همین راست است یه احترام ویژه برای اسرائیل قائله و حالا گذشته از اینکه یهودیان روسی مهاجرت کردن یا از اروپای شرقی مهاجرت کردن و اگر دقت بفرمایید برخورد روسیه با اسرائیل بسیار برخورد جدی و محترمانه است حتی در آغاز تشکیل تبیل فلسطین به دو کشور اسرائیل و فلسطین شوروی ها نقش ویژه داشتند در آغاز کارش مسئله فلسطین همطور که اشاره کردم شورای امنیت صدق قدنامه 700 قدنامه مجمع عمومی سازمان ملله و این روند تعارض بین اسرائیل و فلسطین در قضیه اسلو که پادر میونه امریکایی بود که به نتیجه برسند انتظار میره به یه فرایندی متحی بشه و عجیبی است که بعد از اینکه این توافق شد اسحاق رابین در کنست اسرائیل اعلام کرد انتظار ما این است که از فرایند اسلو بیت المقدس تمام و کمال متعلق به اسرائیل باشه و ما در وست بانک یا تجمعاتی از یهودیان حضور پیدا بکنند یا به دیگر سخن شهرک هایی بتوانیم تاسیس بکنیم یعنی حتی در فرایند توافق اسلو این چند نکته ای که امروز در طرح آمریکا منعکس شده اسحاق رابین پیش بینی می کرد که دست خواهند یافت بهش در این مسئله بنابراین این مسئله کشیده شده به عنوان یک معامله بزرگ یا و آمریکا پا گذاشته و سعی کرده که این مسئله رو حل و فصل بکنه و از نظر آمریکا همطور که خود آقای ترامپ هم اعلام داشت یا اظهار کرد مسئله قدس که متعلق به اسرائیل اصلا قابل بحث نیست یعنی بدون چونه چرا از آن اسرائیل در بود. قبلا هم که ارتفاعات جولان رو فرمانی که حالا من به فرمانی صادر کرد که بخشی از خاک <تصفح> اسرائیله و نکته قابل توجه این است که در تاریخی که آمریکا آقای ترام اعلام کرد که از برجام خارج خواهد شد فرداش دولت اسرائیل به ترهیر برد به کنیسات یا پارلمان اسرائیل که در ری اردن ملحق بشه به خاک اسرائیل ولی مهمتر از همه خواست نکته ایست که مورد توجه اسرائیلیا بوده و برای تحکیم امنیت خودشون لازم میدونند این است که در وست یا کرانه های غربی چهرک های اسرائیلی ایجاد بشه و این شهرک های اسرائیلی در هر توافقی پایدار خواهد موند ضمن اینکه اگر در اون شهرک ها عربی هم حضور داشته باشند تحصیلاتی برای اونها در نظر گرفته شده بنابراین در دو نکته ای که اساسی برای فلسطینی ها یکی این قصد شرقیه که پایتختشون باشه نکته دوم اراضی که قبل از جنگ شش روزه اشغال شده بازگشت به همون عراضی بشه سفیر اسرائیل در این همکاری اختص... اسلامی سازمان همکاری اقتصادی تصریح کرد که اسرائیل اگر 22 درصد بخش فلسطین 22 درصد از فلسطین تاریخی رو کسب بکنه قابل قبول خواهد بود برای حالا فلسطین تاریخی شما میبینید وقتی که انگلیس قیمومت فلسطین رو بعد از جنگ بین اول عهدهدار شد مسئله عراق بود و فلسطین یعنی فلسطین تاریخی عبارت بود از اسرائیل فعلی فلسطین و اردن یعنی اردنی که از فلسطین <coughs> انگلیس ها جدا کردن بنابراین فلسطین تاریخی که 22 درصد میشه سفیر فلسطین در سازمان همکاری اسلامی اگر تعمین بشه این خواست اصلی فلسطینی هست. حالا در طرح آقای ترامپ <coughs> قدس شرقی با غربی تمام و کمال از آن اسرائیله ارتفاعات جولان که متعلق به سوریه است و در اردن هم من. و نکته دوم شهرک هایی که اسرائیل در وست بنک ایجاد کرده و در این طرح اینها پایدار خواهند بود و قولی که امریکایی یاد دادن به اسرائیلیا که یک سواب سرزمینی هم از اینکه که جمعیتی باشه یا آری از جمعیت باشه بین اسرائیل و فلسطین انجام میاد نکته دوم کمک اقتصادی که به صلاح فلسطینی ها بتوانند به زندگی مرفعی توسعه اقتصادی سوم یک کریدور ایجاد بشه بین نوار غزه و ویست که از خاک اسرائیل میگذره این کریدور میتواند زمینی باشه هوایی باشه و تحصیلاتی نکته دیگه تا مادامی که فیلیپین ها بندری ندارن بندر هایفا یا بندر دیگری بتونن فلسطینی ها استفاده کنن یعنی است که <تصفح> به فلسطینی ها پیش بینی شده ولی در این طرح رائی شده آمریکایی دولت فلسطین اعلام کرده که دخالتی نداشته در تنظیم این به کلی بیگانه است براش و بنابراین معتقده که منافع حیاتی اسرائیل به خصوص مسئله قدس در اینجا نادیده گرفته شده کشورهایی هم مثل اردوغان شدیدت در مقام مخالفت برامدن گفتن که فلسطین یا قدس هزاران سال در یک ماهیت ویژه خودش بوده و بنابراین ترکیه به هیچ وجه نمیتونه پیشنادی آمریکا رو قبول بکنه پادشاه اردن هم در گفتگوی تلفنی با خود تشکیلات خودگردان از کشور مستقل قل فلسطین با پایتخت قدس شرقی حمایت کرده ساعت سی نماینده انگلیس هم به نخوص وزیر نوشتند نوشتن و این طرح رو مقایر با از نظر عدالت و انصاف منافع مردم فلسطین توقی کرده البته همطور که میدونید چیز عراق هم این مخالفت خودش رو با این تر اعلام داشته در بنابراین کشورهای دیگر عربی مثل عربستان امارات متحده بحرین و قطر از این طرح استقبال کردند دولت روسیه و پوتین همطور که اشاره کردم نگاه بسیار مثبتی به منافع و امنیت اسرائیل دارن گفته این بسیار پیچیده است این نیاز داره که ما بررسی بکنیم در زوایای این پیشنهاده موضع رسمی اتخاذ نکردن در این مسئله کشورهای شمال آفریقا <تص> که معمولا سعی کردند یک تمایلی داشتن تمایل حد وسطی داشتن که با اسرائیل نوعی یعنی موزه های خیلی غیر دوستانه نسبت به اسرائیل نداشتن البته من این که ارز بیشتر مراکش و تونس بوده در این مقوله ها و بنابراین اونها هم فعلا واکنشی نشانه دو اجلاس یکی اجلاس اتحادیه عرب بوده که در عربستان تشکیل شد یکی هم سازمان همکاری که اسلامی که باز در جده عربستان مرکزاش که از ایران دعوت نشد در اینجا در اینجا عربستان خط مشیری که اتخاذ کرده یک دیدگاه خیلی ملایم امیدوار کننده ذکر میکنه ضمن اینکه که احشار میکنن که باید منافع مردم فلسطین حفظ بشه و ولی قبلا هم, هم همطور که گفتم استقبال کردن هم امارات متحده هم عربستان هم قطر و بحرین هم. بنابراین این دیدگاه ها متفاوته درست فرض کنید اون تعداد نماینده صد و سی، سی نماینده در پارلمان انگلیس از نخوص وزیر سوال کرده ولی اروپایی ها تمایلشون به صورت نسبی به سوی اسرائیله یعنی همانند آمریکا چنان موزگیری رو نمی ولی سعی میکنن که تمایل ضمنیشون به طرف اسرائیل باشه روسی هم همطوری که اشاره کردم زیاد هیاهو نداره ولی بیسیک دیدگاه مثبتی نسبت به اسرائیل بخصوص خصوص هم که نفت عربستان و نفت روسیه هم مطرح میشه در تعاملات انرژی این دیدگاه روسیه یک کمی هم پر رنگ شده و ایران خب موزش اعلام کرده ترکیه اعلام کرده اردن اعلام کرده آیت الله سیستانی هم قویان محکوم کرده این طرح رو و برام بوده که حقوق حقه مردم فلسطین باید به نحو مطلوب تامین و رعایت بشه یه نکته دیگر هم اسرائیلیا تاکید کردن یکی اینکه مذاکراتی که میشه حماس و جهاد اسلامی که خواهان نابودی اسرائیل باید 180 درجه تغییر موضع بدن و اگر قرار بشه برای اسرائیل قابل قبول نخواهد بود دوم اینکه که مسئله نوار قزه به هیچ وقت بس خواهد خارج و هیچ کالا و موادی که برای ساختن اصله بشه وارد نشه به کلی دیمیلیترایز بشه به کلی به اصلاح خل اصلاح اصلاحی بشه و یه نکته هم راجع به آینده فلسطینه اسرائیلی ها که فلسطین نباید ارتش داشته باشه باید پلیس داشته باشه و بنابراین هر چیزی که امنیت اسرائیل رو به نحوی از آنها تهدید بکنه برای اسرائیل به هیچ قابل قبول نخواد. در اسلو هم البته این رو آورده بودند که اینا نمیتونن ارتش داشته باشن ارتش فلسطینی و بنابراین دولتی که اگر تشکیل بشه و این که از به نتیجه برسه اگر برسه کشور مستقل فلسطینی بدون ارتش ملی خواهد بود تنها پلیس است که میتونه امنیت و و نظم و ترتیب رو برقرار بکنه یعنی این شمشیر دموکراسی است که اسرائیل خواهد داشت بر مردم فلسطین و سرسنی و, و, اگر به خط مشی رو اتخاذ بکنن که مقایر با نگرانی های امنیتی اسرائیل باشه بنابراین آمریکا اقدامی که کرده در راستای منافع اسرائیل و امنیت ویژه اسرائیل بوده و سعی کرده با کمک های مالی و ایجاد ارتباطات که به قول خودشون بین اسرائیل و فلسطین و دیگر کشورهای عربی منطقه خواهد بود تصدیلاتی که اسرائیل قائل میشه برای اینها بتوانند آینده در زیستم همزیستی مسالمت آمیز تو هم با توسعر داشته باشند این یه خیلی خلاصه است که در طرح آقای ترامپ روش تکیه شده همطور که اشاره کردم شهرک هاست مسئله قدس مسئله ارتفاعات و جولان و دره اردن این که قبلا منظم کردن قابل بحث نمیدونن قدس هم که قابل بحث نمیدونن دست که برای فلسطینیا آیدنتیفیکیشنش هویتشون در رابطه با قدس شرقیه و بنابراین از نظر اونها کش پوشی از قدس شرقی براشون در حقیقت بسیار بسیار سنگینه و به همین دلیل پیش میشه لاقل در مراحل اولیه تر پیشنادی آقای ترامپ نتواند نتایج مورد نظر رو ایجاد بکنه ولی شاید در گذر بحث و گفتگو و پی در پی شاید تعدیلاتی از سوی اسرائیل انجام بگیره که وجود دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل در جوار یکدیگر در یک روابط مسالمت آمیز با یکدیگر برقرار بشه ولی تا الان که قابل پیش بینیه نیده به این مقصود بسیار بسیار دوره سر بحثی که من میخوام بهش دامن بزنم بحث حاکمیت در این طرح البته خب من چون بگم جزئیات البته چند صفحه هست یعنی هیچ وقت جزیات هنوز همش منتشر نشده در حدی که رونمایی شده و منعکس شده به بیرون در حد مقالاتی که تو اینترنت میشد پیدا کرد من یه مطالعه کردم ولی هنوز نمیتونم اطمینان پیدا بکنم که همه چی رو در مورد این طرح میدونم ولی اون خیلی بخوام ای خلاصه صحبت کنیم و بعد احتمالا وارد بحث دوستان بشیم و بعد هم سوالات و پاسخ باشیم وقتی میگم حاکمیت اولیش خب ملحق شد بحثم به همین موضوع الان شما شد چنده آقای دکترم قبلا گفتن من شرایطی که برای اجرای این طرح وجود داره یه مروری خواهم کرد و در اونجا خب نشون داده میشه که اول شما با کدوم مقامات چی صاحب صلاحیت است از،, از طرف فلسطینی ها اسرائیلی ها چه سراحتن جز شروع توشونه تشکیلات جهاد اسلامی و حماس اینا کلند اینا به عنوان تروریست هم و خب با تروریست ها وارد مزارچین که قبلا شرط می‌زدی. دولت فرستین الان دولت استلا دولت غیر ناظر سازمان ملل یه استتوی داره در اینجا هیچ صحبت نمیشه چه این حال مخاطب است و میتونه نمایندگی بکنه ملت فرستین. در مورد جغرافیا هم که یا سرزمین که دیه یکی از شروط اصلی اعمال و حاکمیت هست یه جغرافیایی چه شناخته بشین انقدر پیچیده هست این طرح به لحاظ نقشه و موقعیت هایی که به لحاظ جغرافیایی تعریف شده اون مسلس ها و بعضا مرافقه های شکل گرفته. و جمعیتی که داخل اینا قرار میگیره از نظر بحث تابعیت از نظر حقوقی که قابل اعمال از خیلی جاها نمیدونه در حوزه حقوق مدنی در حوزه حقوق بین خصوص چی کجا کدوم قانون به این مناسبات ها به پیچیده است که خودش واقعا مستلزم بازگشاری بند به بند این طرح هست الان خیلی خلاصی بیم در مورد جغرافی آقای دکتر شاچن شما مثلا قدسو و اورشلیم دیه به طور کامل در اختیار اسرائیل قرار میگیره و یک جایی در یه ای که چندین محل در حد یه دهاتی یا در حد یه ده پیشنهاد میشه که حالا اونم در مورد این دیوار هایت چگونه در حقیقت در کجای این پایتخت احتمالی پیشنهادی قرار میگیره یه موزدیه و تشریفش واقعا روشن نیست یعنی نکات مبهم و غیر شفاف در این تر بیش از اونه هست که شما بتونید حتی به لحاظ کلیتش یه طرح پس اولین موردی که من مسئله دارم در اون که بگم حاکمیت دولت یا مردم چون حاکمیت بیشتر به مردم برمیگرده و دولت نماینده اراده مردمی هستند جغرافیا کاملا روشن نیست جغرافیا در حقیقت کاملا هم محصوره یعنی یه داخل یه محدوده جغرافیایی چه اسرائیل به خودش اختصاص داده قرار داره و اون ترهای عجیب غریب تونلی و پل و بعد اتصالات ارتباطی چه خودش اصلا یک مهندسی عجیب غریبی میخواد چه ببینی این ارتباطات نهایتا بین این مردم چگونه برقرار میشه به خصوص در اون جاهایی که به منطقه چشوازی و منطقه سنتی اصلا یه مناطق کاملا ایزوله و یه مردمی که اونجا قرار میگیرن در مورد تابعیتشون و اتصالشون به فلسطین بحثای وجود داره اگر جغرافیا اینجا شفاف نیست در جایی که شما الان دیگه از قطنامه 180 جدقل جد مجمع امومید مال 1948 به حال این بحث مرس دولت فلسطین وجود داره تا قطنامه 242 شورای امنیت و همینطور همیشه به عنوان مسائل کلیدی منازعه یا اختلاف بین فلسطین و اسرائیل غیر از مسئله جغرافیا چه خب ما بعد از 1967 دیگه گویی یه جورایی توافق زمینی حداقل شد چه دیگه صحبتی به بازیش به مرزهای قبل از 67 ادبیاتی که چه در داخل سازمان ملل چه در حد کنفرانس های مثل مادرید و کنفرانس اسلو کنفرانس ژنو و مسکو و کنفرانس های مختلفی که برگزار شده تقریبا بازجست به مناطقی که اسرائیل قبل از 67 و در 67 اشغال کرده به نوعی صحبت نیست یعنی یه جورایی حالا اگر آقای دکتر باون اجازه بده میسین که یه توافق یه ازمع, یه،, یه عرفی یه قایده ایجاد شده که اونا دیگه هیچ جای بحث نداره چه متعلق به اصلاح ولی بعد از در حقیقت مناطقی که بعد از 67 به مخصوصا 1973 اینا اشغال شده همیشه به نوعی بحث غیر قانونی بودن اینا مطابق البته شما قطنامه 138 و به خصوص قاعدنامه 1994 مجمع عمومی رو بحث کنید که به نظر من شفافتر و یه مقدار دقیق‌تر از بقیه قاعدنامه‌های شورای امنیته در اونجا بحث حقیقت ساز زمینهای اشغالی، تصرفات غیرقانونی، مسئله تجاوز به سرزمین های فلسطینی بحثایی از این دست وجود داره یعنی کل ادبیات سازمان و ملل یه جا جمع کنی. یه بحثایی در دور اولش یعنی تا زمان شاید مثلا 1974 بحثای جدی در مورد مرسا و حق حقوق فلسطینی ها و مسئله متجاوز بودن اسرائیل و اشغالگری همه اینا یه جوری در ادبیات مخصوصا مجموع مهم. عمومی چندین بار اختار میکنه حتی به شورای امنیت چه قطنامه هایی چه صادر میکنه مثل دویست و چه خیلی مهم ریفرنس سی اینا ریفرنس اینا هستن اجرا نمیشه و اسرائیل اعتنای نمیکنه بنابراین شورای امنیت باید قاطعیت به میخوام میخواه سابقه را یه به گذاشتن همیشه یه موزلی بوده و حقوق فلسطینی نمیخوام بگم جدی گرفته نشده ولی تعارفات زیاد درش معمول شده و به نوعی قدرت ها و چنار اومدن با اون وضعیتی که قدرت و زور ایجاد کرده که خب تجاوز و اشخارگری اسرائیل است به سرزمین های فلسطینی بعدش هم شورای امنیت درست قطنامه زیاد ساده کرد آقای دکتر فهم بودم شاید حدود 100 تا اینا ولی قطنامه های خیلی مهم میشون من فقط اینجا یه اشاره میکنم 242, 338, 452, 448, 465, 476, 478 و در حقیقت این 478, بعد از اون ما اتفاق خیلی درخشانی در کارنامه شورای امنیت نمیدونم شورای امنیت حتی خیلی واضح و سریع در مورد اشغالگری و در اعمال خلاف حقوق بین و موضع اینا شاید آخرین قطنامه که وجود داره 2334 20, 2016 و قبل از اونم 1515 2003 و 1800 50 2000 قطنامه هایی که بعد از سال مثلا 91 92 صادر میشه خیلی موضع روی مسائل یعنی اخت... اساس و بنیان اختلاف نیست بیشتر رعایت حقوق بشر دوستانه است بیشتر توصیه است به رعایت اصول انسانی اخلاقی و بخش از این قطنامه هم تمدید ماموریت نیروهای پاسدار صلح خیلی میخوام بگم که سازمان ملل از این دوری به بعد بخلاف دوره اول مثلا از 1948 شاید تا 1970 اینا بیشتر یا 1973 بیشتر فعال و مرتب موضوع را در دستور کار قرار میده در یک سالی مثلا در یک سال فقط 18 تا قطنامه در مورد مسائل فلسطین ساده میکنه بعد میخوام بگم که از خیلی وقت شروع شده یه فرایندی که موضوع اصلی در حقیقت فراموش بشه بنابراین یه بخشم هم جغرافیا بود گفتم خیلی هم پیچیده است اتلا... اتصالات هم در حقیقت نادیده گرفته شده خیلی حالا من آمار زیاد دیدم نمیدونم چیکار باید کنترل بکنم با بیشتر اجسا اینا میشه چه جمع مثلا میشه 60 درصد سرزمین که چه اسرائیل در باختری در حقیقت نوار باختری اشغال کرده همه به نوعی برجشت به اسرائیل و و شهر هم که ساخته شده همه همینطور در مورد تابعیت این سرزمین هایی که افرادی که در این سرزمین ها قرار گرفته فعلا مسئله چه مورد مذاکره هست در مورد پناهندگان یا آوارگان حالا بستگی داره به ترم حقوقی که میخوام به کار ببرم بیشتر این چسایی که از سرزمینشون دور موندم و جا شدن فلسطینی‌ها خیلی‌هاشون استاتوی پناهندگی هنوز ندارن آوارن یعنی از اون حقوق پناهندگی که ما در کنوانسیون ژنو میشناسیم بهره من نیستن و بنابراین بیشتر به صورت آوارگان در اینجا خود تر مثلا این هم خیلی روشن مشکلش شهر حل اولا آماری چی میده یا در تر این فکر یه میگه اونو تا و اون تعدادی هست چه میگه در لیست کمیسیاری های عالی پناهندگان در سالهای اخیر قرار داره در چه آمار بیش از اینه و در مورد اونها هم بازی موزه دقیقه حقوقی اتخاذ نمیکنه میگه یا اینا میتونن در حقیقه خیلی لط میکنه در کشور میزبان تقاضا بکنن به عنوان مثلا اونجا سیتیزن بشن یا اگه خب این به رضایت دولت میزبان مثلا لبنان یا اردن یا چه این که هنن یا قبول بکنن که فلسطینی بشن که بازم خب فلسطینی برایشون مسئله در مورد افراد و جمعیتی که الان وجود داره هزار جور شرط و شروط گذاشتن که اینا وضعیت حقوقیشون چی میشه در داخل سرزمین های اشغالی دوباره این جمعیت برگردن به کجا برگردن با چه تابعیتی با چه در حق حقوقی این هم دو سه بومی که خب در سازمان چشورهای اسلامی گفته شده اینا آمادگی دارند که مثلا سالانه 50000 هزار تا از این آوارگانو رو در کشورشون و این سقفش در ده سال مثلا به پونست هزار تا میتونه برسی خب این اصلا حل مسئله آوارگان نیست در مورد اورشلیم چه مشخص در مورد جغرافیاشونه در مورد مقامات یا در حقیقت مخاطب هستی که دارای هویت فلسطینی و دارای لحاظ حقوقی موقعیت و اون جایگاه در حقیقت یک دولت فلسطینی است خیلی صحبت نمیشه و شفاف نیست در مورد زندانیا که باز بحث بسیار پیچیده ای را مطرح میکنن اولا فقط چسایی چه تروریست از نظر یا بنا به ارزیابی و ملاحظات اسرائیل تروریست قلمداد نمیشن دست به جنایت نزدن یا مشارکت در جنایت نداشتن در آدم کشی یا اسرار کشی اینا اینا میتونن آزاد بشن و وقتی هم آزاد میشن باز ترکیب چون مشخص نیست اینا چه وضعیتی دارن بعضی از اینا در حقیقت عرب های با تابعیت اسرائیل هستند با هر تابعیتی حتی اگه تابعیت اسرائیل هم داشته باشن اینا خل تابعیت میشن و باید ها به اینا تابعیت خودشون رو اعطا بکنن یک موضوعی که هستن فکر کنم سالات طول بکشه چون در اختیار اسرائیل هست چه چگونه اینا رو میخواد ارزیابی بکنه و در مورد اینا تصمیم جدی صورت بگیره مسئله بسیار با اهمیتی که اشاره شد در مورد بحث امنیت میفر این تر اقتصادی نیست محورش در حقیقت امنیتیه یعنی تمام جزیات تر در حدی که منتشر شده به این برمیگرده که اسرائیل چه امنیت داره اسرائیل به نوعی حق وتو داره حتی توافق صورت بجره به صورت کامل و فلسطینیا بپذیرن در حقیقت اون حاکمیت اینجاش گفته شده حاکمیت مشروط و محدوده یعنی هم محدوده چون من نمیدونم ما اصلا دوره حاکمیت محدود سالها هاست شده شاید قرنه ها دیگه نداریم اینا بعد تازه محدودش هم مشروطه مشروطش به این معنی که هیچ وقت دوام نداره یعنی هر وقت در هر موردی اسرائیلیا احساس بکنن امنیتشون در خطره میتونن دقیقا با توصل به هم موضوع امنیتی هر اون توافق شده کلا به هم بزنن و یه جورایی مثل طرح مکانیسم ماشه که در مورد برجام هست اینجا استفاده کردن واقعا یعنی که این مکانیسم ماشه همشه در اختیار اسرائیل هست یعنی هر وقت احساس بکنم اون اهدافی که از این طرح باید حاصل میشود شود که اونم حاکمیت مطلق اسرائیل حاکمیت مطلق و غیر مشروط بر هر بخشی از سرزمین مال فلسطینیا بوده و در مقابل حاکمیت محدود و مشروط تازه این هم هر وقت اسرائیلیا احساس بکنن که به نوع امنیتشون در خطره بعد اونا ماشه رو میکنن ماشه رو به کار میگیرن و برمیگردن به نقطه صفر قبل از این اون هم در شرایط کلی تغییرات توی مدت ایجاد شده و از یه طرف باز هم یه استفاده شاید از برجام یا تجارب برجام شده تو پی تر پیشنهاد شده که اینو ببرن در قالب قطنامه شروع امنیت و حتی مجمع عمومیه محله هم بالاتر از تر چیز برجام رفته تو این تر اینا که اونجا در حقیقت به برای تضمینی تزمینی قطعا هم یه مکانیسمی مثل ماده سی هفته برجم اونجا پیش بینی میکنن یا هر وقت دلشون خواست در حقیقت این این چی میبرن تو قالب قطنامه من بعد از تجربه بعد میدم که اصلا چیز مثبتی نیست برای اینکه اون میکارس به ماشه بیشتر اونجا فعاله و اعتبار پیدا میکنه اونم بس از اون طرف هم ما هر وقت ببینیم تمامی مرزا ها تمامی مرز های دریایی هوایی و مرز های خاکی توسط اسرائیل کنترل میشه یعنی اسرائیل تمام نیروی نظامی رو همیشه در اختیار داره و هر وقت بخواد به هر قسمتی از این سرزمین هایی چه در اختیار تازه با کلی شرط و شروط که اصلا معلوم محقق بشه چون به نظر من حتی فلسطینیان هم بپذیرن این تر اجرایی نخواست. شد چرا اجرایی نخواهد شد؟ به نظر من برای چون شروطی که دارن تعریف میکنن در تر این شروط به نظر من قابل تحقق است نیست اولش چیه دیه آقای دکترم گفتن خل صلاح و غیر نظامی شدن کل در حقیقت غزه یعنی منطقه غزه است یعنی این که اصلا دیه اونجا هیچ نیروی نظام نه تنها حماس و جهاد اسلامی ولی کلا اصلا دیگه نباید اینجا هیچ نوع اصله تسلیحاتی نباشه و حتی هم تو جای تو گفتن یه پلیسی اونجا برای ایجاد نظم داخلیه دو این چه حتما باید اسرائیل رو به رسمیت بشناسن این شرط و کلیه اما این در اسلام بود در جاهدی هم بود دیگه اینجا شفاف داشته خودداری بکنن در فلسطینیا از اینکه تلاش تا بکنن به یک سازمان بین المللی بدون جلب رضایت اسرائیل ملحق بشه. اون چه نوع حاکمیت شما حتی نمیتونی به سازمان های بین المللی مثلا کار و یا مثلا یونسکو اینا ملحق بشه حتما باید اصلا بالاتر از قیمومته یعنی یه قالبی هست شما وقتی متمرکز میشه میگی این چه تحریه چه اقداماتی که تا حالا فلسطینیا حالا در توسل به دیوان المللی داد بسته یا تلاشه چه برای توسل به دیوان بین المللی, یا چه برای, به دیوان بین بین المللی برای محکوم کردن اقدامات جنایتکارانه و نقض حقوق الملل اسرائیل و آمریکا اینجا ببینید یه تحریه بین دو طرف باید داشته باشه اسرائیل و فلسطین آمریکا میاد وسط و میاد. فردا نه این بابت اقداماتی که ما اونجا کردیم شما علیه ما در دیوان بین المللی شکایت بکنیم دولت آمریکا و دولت اسرائیل انجام بدن در محاکمه بین المللی بچه علیه اطباع اینا هم نباید هیچ اقدامی انجام بدن مثلا یه جنایتکاری تحت تحقیب دولت فلسطین از اسرائیل شما حتی به ها متوسط نشید اینا این هم یک کاری که شما چجوری حاکمیت میخواد تعریف بشه چه شما دیگه تا این حد اولا خودش نشون میدی که چقدر زمینه های توسط وجود داره یعنی چه جنایاتی صورت گرفته که حتما زمینه پیگیری وجود داره و امریکایی و اسرائیل دارن پیشگیری میکنن برای اینکه این اتفاق فلسطینی ها بلا فاصله باید اقدامات دلجویی و حمایت و تشویق از خانواده شهدا و زند خانواده زندانیان و زندانیان به عمل در پرداخت حقوق ماهانه و کمچ هایی که به اینا انجام میدن بیشتر حالا بعضا هم کمچ های غیر نقدی اینا این هم دیگه باید قطع بکنن خب شما این شرایط البته جزئیاتش بسیار گسترده هست من فرق برای ورود به بحث بگم که اون چیزی که اینجا داره معامله میشه به اسم معامله قن معامله واگذاری کامل و مطلق حاکمیت سرال البته در مورد مابعزاش بیشتر مابعزای اقتصادی هم هست اولا این 50 میلیاردی چی میگم من اول کردم امریکایی ها میخوان از زیب مبارکشون برای این چیز بکنن بعد دیگه دیدم نه اصلا این پولی که از جیب مبارک عراق باید خارج بشه مونتا مدیریتش از از این که لحاظ رعایت استانداردهای های شفافیت و نبیند م... کارپشن نباشه اف ای رعایت بشه اینا اینا همه تحت مدیریت آمریکایی هستن که بابت این هم حتما یه پولایی رو از این وسط یعنی دیدم یه معامله شیرینه برای خود آمریکایی ها و آقای ترام چه تاجر خوبیه انزیم یه درصدی برای خودش پیش بینی کردن و بعد این باید در 179 طرح زی ساختی باید هزینه بشه دوباره این طرح چیه در موزه مثلا دایه چدن دانشگاه تصویه کنه در مورد راه ارتباطات اینا همه باید به تصویب دقیقاً اون کمیته یا چه مدیریت خواهد کرد این طرح رو در اختیار و بعدش هم به صورت نقد همینج 5 میلیارد سرارسی نمیشه مثلا 36 میلیاردش فکر کنم وام نزدیک 12 13 میلیاردش تضامین چه شما باید تضمین میکنه و بعدش هم 11 میلیارد چقدرش هم سرمایه است چه بخش خصوصی میخواد وارد بکنه جالبه که در واقع خل اصطلاح را فقط تو بعد نظامی مطرح نکرده گفته در واقع <تصفح> <تصفح> توقف هر گونه پولیتیکال اند جودیشال وارفیر اگینست دی استیت اف اسرائیل چون می دونید الان یه دعوا در واقع در دیوان بین المللی دادگستری تعلیه امریکا مطرح هست از سوی دولت فلسطین راجع به اون بحث در واقع انتقال سفارت و یکی در واقع وضعیت فلسطین هست در دیوان بین المللی کیفری که در دادستانی در مرحله تحقیقات مقدماتی است در واقع گفته هر جایی که فلسطین بخواد در آینده ای که امریکا با اون شرایطی که گفته و تعهداتی که در واقع فلسطینی ها می دهند اگر به عنوان دولت به رسمیت شناختند نباید در سازمان بین المللی عضو شوند که با تعهدات فلسطینی ها در قبال اسرائیل تناقض داشته باشه در حالی که ما در از نظر حقوقی میگیم که اصل در واقع رضایت آزاد یا ورود آزاد به سازمان های بین المللی اصلا مهمترین اثر شخصیت حقوقی بین المللی همینه در رابطه با بحث ایدئولوژی میدونید حالا از زمانی که پیمان نامه بالفور که عرب ها ازش به عنوان وعده بالفور یاد میکنن و بعد از 1917 در واقع نطفه نقاد تشکیل رژیم سهیونیستی اسرائیل منعقد شد و بحث قیمومیت فلسطین توسط بریتانیا مطرح شد تا در واقع مصوبه مجلس عوام در 1921 تا بیایم به 1947 یعنی بحث تأسیس اسرائیل و جنگ هایی که در واقع با اعراب شد برای اینکه بتونن سهم خواهی بکنن اساس این موضوع و پایه این تشکیل رو مسئله ایدئولوژیک میدانند و همین الان شما اگر دقت کرده باشید تقسیم زمانی و مکانی قدس توسط این تر ناظر بر اینه که در واقع اونها قائل به تقدیس اسلامی برای قبلگاه اول مسلمین در رابطه با این مکان تاریخی طبیعتا نیستن ضمن اینکه شما اگر بخواید برید توی <applause> عمق مطلب میبینید که اساسا پشت ماجرا یک نوع مسیحیت سهیونیسم نهفته است که در واقع تلفیقی از مبانی ایدئولوژیک و مبانی سیاست و امنیت در درون اون شکل گرفته یعنی بحث پروتستانیزم و بحث در واقع مدیریت کلیسای انجلی در کنار قضیه است و این مسئله هم در آمریکا و هم در اسرائیل در واقع حائز اهمیت بسیاره لذا اون چیزی که ما رو امروز به این تر رهنمون میکنه به اعتقاد من مسئله ایدئولوژی و همون در واقع گزینه ای است که اسرائیلی ها بارها به دنبال اون بودند و بحث اشغالگری خودشون رو یا توسعه حوزه نفوذ رو بر اساس مبنای ایدئولوژی تعمیم و بست و گسترش دادن دومین دو مسئله مسئله یا معلفه معلفه جاپولاتیکه که اساتید معزز بهش اشاره کردن اگر بخوایم یه نیم نگاهی به مسئله جاپولاتیک بیاندازیم بایستی با خدمتون ارز کنم در بد به تأسیس رژیم اسرائیل اون چیزی که حادث شد معادله 20 به 80 درصد بود یعنی اسرائیلی ها 20 درصد این سرزمین رو اشغال کردن 80 درصد در اختیار فلسطینی ها بود خاطره ای داره حبیب برقیبه رئیس جمهور وقت تونس سفر میکنه بعد از چهار جوهن 1967 به لبنان و او رو میبرنش جنوب لبنان بادیگاردی که از طرف ریاست جمهوری لبنان همراهی میکرده حبیب برقیبرو حبیب بهش میگه در مناطق جنوبی برای مردم جنوب لبنان اگر بخوام سخن بگم به نظر شما چه چیزی برای اونها حائز اهمیته میگه به اعتقاد من اون بادیگارد میگه اگر اشاره کنید به این که یک روزی مبنای تقسیم عراضی بین فلسطین و اسرائیل 20 به 80 درصد بود امروز ما در موقعیت زمانی و مکانی قرار گرفتیم که این معادله معکوس شده و دقیقا اسرائیل 80 درصد از سرزمین های آبا و اجدادی فلسطینی ها رو اشغال کرده و سهم فلسطین از این معادله 20 درصده که اون سخنرانی سخنرانی تاریخی برای برقیبه رئیس جمهور وقت تونس شد اون چیزی که میخوام خدمتون عرض بکنم اینه اگر خاطرتون باشه یا به تاریخ برگردید انتفاظه اول وقتی شکل گرفت مردم نسبت به شرایط رفاه و اقتصاد و وضعیت اجتماع براشفته بودند آمدن به خیابان ها و در مقابل در واقع ها مقابله کردند. این مقابله برای ابو امار یا یاسر عرفات زنگ هشدار و, و خطر بود لذا ابو امار به این نتیجه رسید که برای بهبود شرایط و به ویژه وضعیت اجتماعی فلسطینی ها بایستی به سمت سازش گسیل پیدا بکنه گرچه ما تجربه کمپ دیوید رو داشتیم کمپ دیوید اول در 1979 میدونید توسط مصر اتفاق افتاد پنج سال او رو این کشور رو از اتحادیه عرب بیرون کردن موضع داشتن اتحادیه عرب بعدها دیگه طبیعی شد این جریان در دهه 80 وادی عربه اردن اتفاق افتاد و اساسا این نقش یعنی ارتباط جهان عرب بلا فصل و بلا واسطه با طرف اسرائیلی از دو رکن امضا کننده معاهده بایستی صورت می گرفت یعنی مصر و پادشاهی اردن لذا می بینید برای اردن نقش توازنگری یا بالانسر در سطح منطقه ای قائلن و امروز اردن شاکیه به خاطر اینکه این بحث رو یا این سندیت و وسیقه رو در واقع از کف داده که حالا تو بخش پیامت ها خدمتون عرض خواهم کرد خب چه اتفاقی افتاد؟ ابو امار رو آوردن به مذاکره من اینجا داخل پرانتز یه نکته خدمتون ارز بکنم تا بفهمیم این تر کجای داستان داره ما رو رهنمون میکنه اونچه که اتفاق افتاد در اسلو که مذاکرات پنهان 1991 آغازش بود و سرانجام رسید به پیمان اسلو در 1993 که عرفات به واسطه آمریکا با رابین نخست وزیر وقت اسرائیل و پرز امضا کرد نتیجه اش شد تحت این مسما که سلاح در مقابل صلح و آسایش و رفاه یعنی فلسطینی ها به این سرانجام رسیدن که سلاح رو زمین بگذارن مقاومت مسلحانه نکنند تضمین و تأمین بر امنیت اسرائیل رو تعهد کنند در مقابلش صلح بگیرند یعنی مشروعیت پیدا بکنن و در قالب مفهوم حقوق بین المللی تبدیل به استیت بشن اسرائیلی ها به اونها وعده دادن اما بهشون گفتن تقریبا در 1995 یعنی آغاز 91 انتهای پنج سال به شما مشروعیت حاکمیت خواهیم داد در اصلوی دو 95 وقتی مذاکره کردن تحت همین وضعیتی که دوستان و همکاران و عزیزان اساتید معزز گفتن یعنی استاتویی که برای فلسطینی ها در نظر گرفتند بیش از این به فلسطینی ها ندادن <تصفح> لذا فلسطینی ها دستشون خالی شد یعنی تعهداتی رو که در قبال اسرائیل دادن مشروعیت اسرائیل تضمین امنیت اسرائیل بر زمین نهادن سلاح نتیجهش بایستی میرسید به مشروعیت حاکمیت فلسطینی و ایجاد کشور مستقل فلسطینی یا همون پایه دو دولتی که در طرح عربی سال 2002 میلادی توسط ملک عبدالله سعودی در بیروت مطرح شد خب بیروت چه اتفاقی افتاد طرح عربی وقتی مطرح شد شاخصه طرح عربی تشکیل دو دولت که اینها الان تو اتحادیه عرب که جمع شدن بیانیه دادن رد کردن اول از اینکه محکوم نکردن خیلی ساده لوحانه با موضوع برخورد کردن رد کردن در قبال رد هم گفتن که دو دولت تقسیم قدس به قدس غربی و قدس شرقی مربوط به فلسطینیان قدس غربی هم دست اسرائیل باشه در رابطه با منطقه تاریخی هم اون موقع تصمیم میگیریم حالا این میخواد وضعیت در واقع نهاد بین الملل انصار بین المللی باشه یا تقسیمات بین طرفینی باشه اتفاقی که در 2002 افتاد این بود که تبادل سرزمینی در قبال صلح و سازش مطرح شد یعنی از سلاح در مقابل سازش و اسلو اعراب رسیدن به تبادل سرزمینی در مقابل سازش مناطق رو میدیم با شما در واقع سواپ سرزمینی میکنیم برای اینکه سازش و زندگی و تشکیلات حاکمیتی رو برای فلسطینیا به مشروعیت بشناسید اتفاق چی شد؟ رسید به جایی که نه اصلوی یک نه اصلوی دوی ابو امار بلکه کم دیوید دوم ابو امار هم نتیجه نداد نتیجه کار به جایی رسید که امروز ما شاهد طرح معامله قرن هستیم این تر واقعیت قصهش همون که اساتید معزز گفتن بحثش امنیتیه گرچه امروز گفته میشه اعراب و فلسطینی ها در مقابل اسرائیل به اقتصاد و رفاه معیشتی برای گرفتن سازش یا امتیاز سلام و صلح توافق کردند بنابراین از یک دیدگاه در تحلیل طرح معامله قرن گفته میشه که در مقابل فلسطینی ها برای گرفتن آسایش اشتقال و در واقع شاخصه یا شاکله اجتماعی مقابلش امنیت و سازش رو با اسرائیل خواهند پذیرفت در صورتی که این تر طرح تماما امنیتیه شما میدونید تو تاریخ کهندترین و قدیمیترین مناطق به لحاظ اعتقادی و به لحاظ مبنای دیانت خاورمیانه است شما از خاورمیانه عتیقتر و قدیمیتر ندارید توی همچه منطقی وقتی ای وقتی میخواد معاهده‌ای شکل بگیره لابد و ناچار از نظارت بین المللیم چه اتفاقی افتاد عزیزان اتفاقی که در طرح معامله قرن افتاد این بود که تا قبل از معاهده معامله قرن هر آنچه که اتفاق می افتاد اول از اینکه اسرائیل قائل به مشارکت گزینه های دیگر در روند سازش نبود شما فکر کنید مثل آناپولیس ها یا طرحهایی که اتفاق افتاد برای روند سازش هر گزینه ای رو که می آوردن ها یا اعراب به عنوان مشارکت چه چهار جانبه چه مشارکت اروپایی چه بی سی کشوری که در آناپولیس جمع شدن اسرائیلیا قبول نداشتند غیر از آمریکا حتی در رابطه با آمریکا نوشتار و اصول و چارچوب تر رو به دست آمریکایی ها قبول نداشتن می گفتن اون چرا که ما دیکته کنیم آمریکایی ها پشتوانی کنند تا ما برسیم به اون در واقع معاهده سازش بین خودمون و فلسطینی ها لذا اتفاقی که افتاد این بود که در معامله غر نه تنها فلسطینی ها هر مشارک معاهده ندونستن اونها رو راه ندادن برای نوشتار و انشاء تر و رونمایی از تر بلکه از این به بعد اون چیزی که در فکر و شاکله تخیل ذهنی طرف مقابل داره نقش میبنده رسیدن به حقوق حقه فلسطین نیست تا قبل از معامله قر اونچرا که در روند سازش بود در واقع حق تزیع شده اولویت داشت یعنی باید برای فلسطین یه حقی رو قائل میشدن همونطور که اشاره فرمودن به قطع نامه های سازمان ملل بالغ بر 700 قطنامه در مجمع عمومی 100 قطنامه بالغ بر 100 قطنامه در شورای امنیت مهمترینش دویست و چلو دو قطنامه تقسیم که اشاره کردن میدونید دویست و چلو دو مربوط به بعد از ده جوان شست و هفت اتفاق میفته طرفین معامله رو دعوت به همزیستی مسالمت آمیز و اسرائیل رو تحکم میکنه بر اینکه برگرده به مرزای شست و لاکن اسرائیل تحکم تمکن نمیکنه بعد از اون جنگ یوم کیپور اتفاق میفته میدونید بحث کانال سوئز ممنوعیت نقل و انتقالات دریایی برای اسرائیل این جنگ رو دامن میزنه اسرائیلیا میان کانال رو میگیرن قطنامه 338 ناظر بر قطنامه 242 آ باید برگردید به مرزهای 67 لکن اسرائیلیا تمکین نمی کنند. چه اتفاقی در معامله قرن افتاده تمام قطع ها و موازین و مواسیق بین المللی به طور کل محو شده مزمحل شده برای اینکه امنیت اسرائیل تضمین بشه تر در حوزه ژئوپلیتیک چیکار کرده امنیت اسرائیل رو تضمین کرده به عنوان یک کیس مشکلدار در حوزه داخلی اسرائیل آمریکایی ها مداخله کردن یک جانبه بدون مشارکت دادن طرف دعوا طرحی رو اقامه کردن که فقط زامن بقا و امنیت رژیم صهیونیستی است پلکانی بیه جلو ببینید اسلو رو براتون گفتم تو این طرح معامله غر اون چیزی که در تحلیل ها هست اینه که اسرائیل به اینجا هم قناعت نخواهد کرد اون چیزی که اتفاق افتاده اسرائیلیا پلکانی آمدن جلو حتی اسرائیلیایی که توی اصلو تعهد پنج ساله از 91 تا 95 برای مشروعیت دولت مستقل فلسطینی رو دادن اونجا به التزام و تعهدشون عمل نکردن چه تضمینی هست خود آقای ابو مازن تو جلسه شورای وزرای خارجه اتحادیه عرب گفت گفت من باید همونطور که اشاره کردن سلاح طرف مقاومت رو بگیرم یعنی سلاح حماس و جهاد رو بگیرم فلسطین حق برداشتن سلاح نداره باعسی زامن و بقا و امنیت رژیم صهیونیستی باشه تقسیم زمانی و مکانی رو بپذیرم ممکن اسرائیل بگه روز جمعه نه سهم ماست به لحاظ زمانی تو حق ورود به مسجد الاقصا نداری یعنی برای این مسجد ش... مشروعیت یهودیت ایجاد کنن دولت واحد یهود رو من به رسمیت بشناسم حاکمیت و در واقع مشروعیت او رو تایید کنم به عنوان دولت واحد یهود اما اگر این تعهدات در قبال در واقع آین نامه کیفری و حقوقی در دیوان لاهه رو من عقب نشینی کنم اونگاه اگر تأیید شد توسط آمریکا و اسرائیل مشروعیت من رو به رسمیت بشناسن چه تزمینی هست خود ابو مازن گفت چه تزمینی هست که چهار سال دیگه اینها یک استیتی رو به عنوان فلسطین مشروعیتش رو برش قائل بشند و این تعهد رو در واقع تزمین بکنند چه کسی تزمین میتونه بکنه لذا میخوام بگم نقاطی از فلسطین امروز ترسیم شده در وضعیت جاپولیتیک که اینها از هم مجزاس اسرائیلی ها در قدس قدیم سلوان منطقه شیخ جراح و منطقه جبل زیتون رو در ید اختیار خودشون داشتن آمدن تو مناطق جدید کرانه باختری هم مدعی شدن چیزی حدود دویز شهرک در قدس وجود داره هشتصد شهرک در کرانه باختری وجود داره یعنی شعفاد جبل الرس کفر عقب و ارز به خدمت شما که بیت هنینا مناطق جدیدی است که اینا روش دست گذاشتن بایستی به اینها تحویل داده بشه خب پایتخت فلسطین کجاست گفتن ابودیس ابودیس جزئی از منطقه قدس شرقی است لذا ترامپ توی صحبتاش گفت ما قدس شرقی رو برای شما مشروعیت شو قائل شدیم این همون طرح عربی است که برای شما میگه تقسیم قدسه ابودیس چهار کیلومتر مربع همش این یعنی وضعیت فلسطین به اضافه بخشی از شعفات ایسویه و جبل مبکر میشه مناطق فلسطینی اینها از هم جداست همونطور که فرمودن توسط تونل ها و هایوی یه اتوبان هایی باید به هم وصل بشه که اسرائیل برش نظارت داره اما این مناطق آیا به بیرون دسترسی داره خیر برای چی؟ برای اینکه قور اردن یا همون دره اردن رو هم اسرائیلیا دست روش گذاشتن نتانیاهو دیروز سخنرانی کرد امروز پخش شد بناست بنابر این معاهده و این ترک که از زمانی که رونمایی شده فلسطینی ها حق الزام اجرا ندارن اسرائیلیا بلا فاصله میبرن تو کنیست مسبب میکنن شهرک ها رو مال خود میکنن تمام مرز کرانه باختری را هم میگیرند یعنی ساحل بهرالمیت در دست اینهاست رود اردن و دره در اردن در واقع در اختیار اینهاست جناب آقای دکتر باون بحث جولان رو کردن جولان براشون مهمه گرچه مال سوریه است اما تمام سرچشمه های آب در این منطقه حاصلخیزی زمین مربوط به جولان رو جولان دست گذاشتن لذا آب سوریه کم شد آب اردن هم کم شد من تو اردن چهار سال سفیر بودم دو سال هم کاردار بودم تمام این مناطق رو رفتم حتی مرز اسرائیل رو رفتم نهر یه آب مثل یه جوب نیم متری یعنی شما میتونید از روش بپرید آبی هم نمیاد فقط یه برک آبیست به اندازه همینجا جمع شده که مسیحی ها میان اونجا قسل تعمید حضرت مسیح برای تیمون تبرک ایده خاصی دارن میان اونجا انجامش میدن لذا این وضعیت جوپولیتیک قزه چی میشه برای قزه آمدن میدونید این طرح معامله غرم برگرفته از چند تا تره من وقت نگیرم زیاد طرح اوباما کمپ دیوید دو یا صلح سرد آقای سی در،, در, واقع تتمه و ادامه کمپ دیوید زمان انور سادات یعنی زمیمه اونه بالاخره اتفاقی که داره میفته برگرفته از این طرح یعنی طرح فرانسه طرح اوباما و کمپ دیوید دو یا سول سرد آی سی سی اینا رو جمع کردن به اضافه یک مرکز تحقیقاتی و مطالعاتی آمریکایی که نشسته بررسی کرده اینها رو جمع کردن با سه گزینه‌ای که آی ترامپ در بد و عمد گذاشته پرونده مسئول پرونده یعنی آقای دیوید فریدمن، آقای جراد کوشنر و آقای جیسون گرینبلاد اینها هر سه شون یهودی هستند و خود آقای فریدمن وقتی که سفارت رو منتقل کرد گفت اساسا من تو قدس خونه دارم همه اینا خونه‌های آب و اجدادی دارن که اونجا ساکنن <coughs> و در واقع میشه گفت آب آبا اجداد اینها در قدس بودن و این رو هدفمند در واقع طراحی کردن لذا برای غزه هم آمدن قبلا تو این سال سرد آیسیسی طراحی شده بود که مناطقی از سینا سواب کنند با مناطقی از نقب اما مناطق نقب رو برای اینا طراحی کردن دو تا مناطق رو توی غزه آمدن طراحی کردن با عنوان شهرک صنعتی که حق سکونت فلسطینی درش نداره فقط باید بیاد اونجا زیر ساخت براش فراهم کنن بیاد کار کنه شبانه هم بره به غزه غزه استراحت کنه تو این مناطق نباشه یه باریکم تو نقب براشون ایجاد کردن که در واقع بتونن کریدور خروج از منطقه براشون ایجاد بشه در رابطه با تر این تر 181 صفحه است عرض کردم به همینجا خط نمیشه مسئله ادامه داره حتی بحث الانبار عراق رو اینا برای سکونت یا توتین فلسطینی ها دیدن حتی گسترش سرزمین اردن یا کشیدن فرش و عرش از زیر پای هاشمی هایی که از حجاز آوردن چون میدونید زن این عبدالله رانایا اصالتا فلسطینی است و از خاندان آلیاسینه لذا فرزندی که محصول ازدواج این دو زوجه فلسطینی است و اگر به پادشاهی برسه پادشاهی فلسطینی خواهند داشت در این منطقه بالغ بر 65 تا 65 درصد جمعیت اردن رو فلسطینی ها تشکیل میدن چیزی حدود 27 تا 30 درصد بیشتر اردنیل اصل نیستن که البته خود ها این واقعیت رو هیچ موقع نمیگن و کتمانش میکنن تر 182 یک صفحه هست 43 صفحه تر مربوط به در واقع تشریح و آنالیز تره با یک دیباجه از 43 به بعد همش اپندیکس زماعی است که آمدن به این دادن اهم از نقشه اهم از مسائل مالی اهم از مسائل امنیتی اهم از نقل و انتقال اهم از مسائل امنیتی اینا رو اومدن به عنوان زمائم پیوستش کردن ولی اعتقاد بر اینه که طرح از این گسترده تر خواهد بود شرایط زمانی حائز اهمیت وضعیت ترامپ استیزاه ترامپ و وضعیت انتخابات آتی ترامپ حائز اهمیت خیلی باز نمی کنم موضوع رو دو دوره انتخابات کنیست که آین ها نتونست در واقع برای نخست وزیری اطلاف لازم رو به دست بیاره و رقیب او بنگنت در واقع تونست تو این دوره اخیر جلو بیفته لذا برای یک ماه بعد بعد از رونمایی تر به فاصله زمانی یک ماه فکر میکنم اواخر اسفند اگر اشتباه نکنم انتخابات باید تجدید بشه لذا هر دو نیاز به تنظیم وضعیت داخل و سیاست داخلیشون داشتن لذا این تر یکی از شرایط زمانیش اینه وضعیت تضعیف اعراب جبهه عربی به شدت تضعیف شده و الان بهترین شرایطی که اعراب نفسی برای تحرک در مقابل تر ندارن آقای ترامپ بعد از اینکه رونمایی کرد بلا فاصله توییت کرد گفت دیدید من سفارتم رو منتقل کردم به قدس اعراب جیکشون در نیومد آب از آب تکون نخورد در رابطه با این تر همینه به اسرائیلیا من گفتم یه چهار روزی دست نگه دارید این اعراب صداشون که خفه شد بلا نسبت بعدا شروع کنید و تر رو اجرا کنید اون چیزی که های اهمیت سرکن اساسی یعنی مصر، اردن و لبنان رو شامل میشه چون اینا کشورهایی هستن که در واقع درش پناهندگان فلسطینی هستن میدونید دو تا اجلاس تو منامه برگزار شد تعهدات مالی چیزی حدود 50 میلیارد آوری شد که اونها برآوردشون کشنر بیش از اینها بود خیلی فشار آورد به کشورهای حوضه خلیج فارس همونطور که توضیح دادن 10 درصد سهم آمریکایی است 20 درصد سهم اروپایی است ما بقیش یعنی چیزی حدود 70 درصد سهم عرب های خلیج فارس البته اون پولی که آمریکایی ها میخوان بدن بیشتر جبران مافات یا خسارات مربوط به حوزه صهیونیسته و مربوط به حوزه اسرائیل اون پولی که برای پناهندگان و برای مسئله عدم بازگشت یعنی بسته شدن پرونده قدس بسته شدن پرونده مرزها آب و وضعیت اشتغال و کار یعنی وضعیت استیت فلسطینی و وضعیت پناهندگان رو شامل میشه پلیس که در واقع باعثی از جیب عرب ها به این منطقه گسیل داده بشه که چیزی حدود 27 و 8 دهم ده درصد مربوط به غزه و کرانه میشه 7 و 3 دهم ده درصد مربوط به اردن 9 و 1 دهم ده درصد مربوط به مصر میشه 6 و 3 دهم ده درصد مربوط به لبنان میشه مصریا ها الان در وضعیت ضعیف و ذلیل قرار دارن و قطب عربی دیگه در دست اونها نیست از دستشون و کفشون خارجه مصریا ها تمام هم و غمشون این بود که تو این معامله بتونن بالغ بر 50 میلیارد میدونید مثل کشور بزرگی به لحاظ ژئوپلیتیک و به جو ژئواکونومیک خیلی عقب افتاده است لذا نیاز به کمک های مالی داشت کمتر از 50 فرضش نبود اگه 50 تا بذارن تو کف دستش اینا شاید یه پشتک وارو هم سی سی بره براشون فعلا 9 و 1 دهم درصد با این وضعیت هم مصری ها هنوز مخالفت نکردن وضعیت لبنان میدونید انسجام نداره وضعیت به هم ریخته ای است ها اصلا نمیپذیرن میشل اون مسیحیت شرق به شدت مخالف با توتین فلسطینیا در لبنان و حاضر نیست فلسطینیا رو در اینجا بپذیره این کمک کمک اقتصادی است مشروط بر اینکه وضعیت لبنان در واقع متناسب با پارادایم منطقه‌ای تغییر بکنه از همه بدتر پیامد اردنه که اردن دو ضرر اصلی تو این معامله براش شکل گرفته مسئله اول تولیت قدس توسط هاشمی هاست که از پادشاهان هاشمی خلعیت شد با این طرح و مسئله دوم مسئله فلسطینیان مهاجری است که من بعد اردن رو نمیتونیم با عنوان کشور پادشاهی هاشمی بلکه بایستی مسمای کشور پادشاهی عربی بشنویم تر زیاد ارائه شده بیش از سی تر حداقل تا حالا توی این یک قرن اخیر ارائه شده تا ترهای مهم و نیمه مهم هر وقت هم ارائه شده سر صدا سرش زیاد شده آخر هم به جای نرسیده این هم دنباله همون ها هست و این طرح اصولا به جای نمیرسه و اصلا طرح شده که اجرا نشه حالا من ب... میگم چرا یعنی برنامه در واقع اسرائیل اصولا اسرائیلیا تو سه تا طرح مشارکت کردن یعنی امضا کردن یکی طرح کم دیوید بود که اصلا طرح صلح نبود بیشتر مربوط به مصر بود قسمتی مربوط به سرزمین های اشغالی بود طرح دوم اسلو بود سال 93 و طرح سوم ای طرحه. که این طرح رو با تر کم دیوید و جناه راست امضا کرده طرح اصلو رو جناه چپ امضا کرده که طرح به صلاح مهمتری بود اشاره کردم که بیش از سی یا حدود چهل طرح از دهه 1920 تا حالا مطرح شده و دنیا هم گیت شده اصلا که این طرح چیه ای میگن تر خیلی ها نمیدونن طرح چیه نیچ چی کام میخوام بکنن و من اومدم این طرح رو به اصطلاح تو مطالعاتی که داشتم کلا تقسیم بندی کردم برای که فهم بیشتری اصلا چیه داستان چی میخوان میگن به شش الگو یعنی کل این چل طرحی که تا حالا مطرح شده شش الگو توش از شش راه حل ارائه شده که بعد این ترها رو ببینیم بعضیا رو آمریکا ارائه داده بعضی رو اروپا ارائه داده بعضی رو سازمان ملل ارائه داده بعضی رو فلسطینی ها ارائه دادن بعضی رو عربا ارائه دادن بعضی ها رو هم اسرائیلی ها ارائه دادن بنابراین ترهای بسیار زیادی هست و گفتم گیج کننده و اگه بخواد تاریخی برین یکی نمیتونه بفهمه چی به چیه این شش راه فلسطین خب از دهه 20 ببینید یهودی ها آمدن الان 100 سال میگذره همه دنیا متوجه این مشکل شدن یه سرزمینی هست به نام فلسطین که الان اسرائیل اسمش اسرائیل و این سرزمین دو گروه دعوا دارن سرش درش اعراب فلسطینی بودن یهودی ها مدعی شدن این سرزمین آبا اجدادی ماست حضرت ابراهیم اینجا بود و بعد نام حضرت سلیمان حکومت درست کرد داوود و که و, و تا کوروش هم که آزاد کرد یهودی رو دوباره اینجا حکومت درست کردیم ما بنابراین سرزمین باستانی ماست بعد هم میگفتن که در تورات هم خدا گفته اصلا اینجا مال شماست یعنی وعده داده و خب عرب و مسلمان هم که اصلا این رو نمیپذیرفتن دنیا متوجه این داستان شد و سعی کردن از حدود 90 سال پیش که یک راه حلی برای این داستان درست کنند و این طرها همه تلاشایی بوده که این راه ها رو این راه ها کلا اگر ما بررسی کنیم شش نوع راه یک نوع راه که قدیمی ترین این راه ها هست بر اساس فدرالیزم استواره یعنی جامعه بین المللی حالا طرفین مختلف گفتن این سرزمین دو تا گروه توشن عرب و یهودیان ما بیایم این رو تبدیل کنیم به یک کشور واحد فدرال که درش عرب ها و یهودیان در امور فرهنگی و اقتصادی و امنیت داخلی و چه و چه شریک بشن مثل دولت های فدرال خیلی جاها در عرصه سیاست خارجی اقتصاد کلان و دفاعی یکی باشن حالا این ترهای فدرال چی بود؟ اما به جایی نرسید یکی از این ترهای فدرال عرض بزرگ که اتفاقا ایران طرفدارش بود طرح عرض به حضور شما کمیسیون تقسیم سازمان ملل بود کمیسیون تحقیق که 1947 درست شد کشورهای بیطرف توش اومدن ایران به عنوان بیطرف رفت هند بود یوگسلاوی بود کوبا بود و عده دیگه اینا دو گروه شدن یعنی داستان دو گروه شدن رفتن از آلمان دیدار کردن جاهای مختلف یک عده گفتن که این سرزمین رو باید تقسیم کنیم نصفشو بدیم بینا نصفش بدیم اونا حل بشه بره یک گفتم گفتم نه راه حلش این نیست بیایم یک کشور واحد به صورت فدرال که هر دو توش خود خودمخت... داشته باشن ایران طرفدار این طرح بود این طرف رفت مجمع عمومی حالا رشوه دادن هر کاری کردن رأی نیاورد این طرح تقسیم رأی بنابراین یک طرح فدرال طرح تقسیم کمیسیون تحقیق 1947 بود قبل از اونم دو تا طرح فدرال ارائه شد یکی طرح کمیسیون کینکرین بود سال 1946 یکی هم طرح کمیسیون آمریکا انگلیسی بود هم شبیه فدرال یک طرح هم سال 1920 ارائه شده بعضیا میگن فدرال بوده طرح فیصل و وایزمن فیصل پسر شریف حسین که قرار بود رئیس پادشاهی کل شرق عربی بشه از ایران تا مدیترانه که به جای نرسید بنابراین یکی از این طرحها بوده که آقا اینا برای که مشکل حل بشه یک دولت فدرال دو ملت در درون و دولت فدرال زندگی به جایی نرسی رفت رو هوا الگوی دوم تقسیم بوده یکی دیگه میگفتن اینا با هم نمیسازن هر کسی یه چیزی میگه یهودی ها حاضر نیستن مسلمان ها میگن اینجا سرزمین ماست قدس, قدس شریف است در قرآن آمده مسجد الاقصاس و به اصلاح مبارکه برای مسلمان ها. اینا به جایی نمیرسه این تقسیم کنیم بره نصف میدیم به این نصف میدیم به اون اولین طرح تقسیمی که راه سال 1336 بود که ملکه انگلستان یک غرور و فرستاد گفت برین تحقیق کنیم ببینین چی میخوان اینا چون به جان هم افتادن جنگ مسلحانه و از دین قسام کشته شده بود این کمیسیون تحقیق به نام کمیسیون پیل بود آمد بررسی کرد 400 صفحه گزارش داد به ملکه اینا با هم نمیسازن بیایم تقسیم کنیم تموم کنیم بره نصفش رو بدیم به اینا حدودا نصف بدیم به دولت انگلیس مخالفت کرد علت چمی بود که گفت اگر ما موافق کنیم پوی حامی هام... عرب ها رو دست میدیم این ها و ما علیه امام بنابراین این طرح تقسیم اولیه به جای نرسید طرح تقسیم دوم که کمیسیون تحقیق ارائه داد و ایران مخالفش بود تو اونجا بود اون رفت مجمع عمومی رأی آورد عملیاتی شد بنابراین اولین تری که عملیاتی شد طرح 1947 که بر اساس اون یک دولت اسرائیل قرار بود شکل یک دولت عربی عربا نپذیرفتن گفتن ما قبول نداریم اینجا کلش مال ماست یهودی ها گفتن ما قبول داریم بنابراین بر اساس او دولت اسرائیل سال 1948 درست شد اسرائیلی هم که از قبل نقشی کشیدن تقریبا خیلی هاشو گرفتن حالا با کشتار و رو و وحشت گرفتن بنابراین تر تقسیم اجرا شد یعنی قرار بود نصف اینا 49 51 حالا بعد از این داستان تاسیس اسرائیل ترهای بعدی بنابراین این دو الگور ما داشتیم بعد از تاسیس اسرائیل خب دی گفتن خب این عربا آواره شدن فلسطینیا آواره شدن چه کار کنیم اینا رو چه راه ما ارائه بدیم آمدن ترهای دیگه ارائه شد این چهار تا طرح دیگر دقت کنین چهار تا الگو ارائه شده یکی طرح یک دولتی هست یعنی وان استیت سولوشن اسمش گذاشتن یکی طرحهای دو دولتیه یعنی البته منظور اینجا دقت کنیم که بعد از اینکه اسرائیل درست شده که بهش میگن تو استیت سولوشن که دو تا دولت درست کنیم البته فرقش با اون قبلی اینه که الان دیگه کرانه باختری و نوار غزه است یک طرح هست که عرض بزرگ شما طرحهای خودمختاری یعنی اتونومی بدیم به فلسطینیا و یک طرح هم کنفدراسیونه یعنی یک دولت کنفدرال درست بشه بنابراین شش الگو فدرال که رفت رو هوا اجرا نشد تقسیم اجرا شد این الگوهای بعدی چهار تا الگو که خودمختاری باشه یا یک دولت باشه یا دو دولت باشه یا کنفدرال باشه ببینید اون راه حل یک دولتی دو جنبه داره یعنی این وان استیت سولوشن بعضی از طرها رو اسرائیلیا دادن میگن یک دولت تمام یهودی که الان اسرائیل دنبال اونه بعضی از این طرح هم عرب ها دادن و فلسطینی ها. یعنی یک دولت تمام فلسطینی من اول اشاره میکنم به او دولت تمام فلسطینی سازمان آزادبخش فلسطین آقای یاسر عرفات و سازمان الفت خب تا زمانی خیلی انقلابی بودن شروع شوق داشتن امید داشتن ناصری بود و جهان عربی بود به حال شوروی بود چین بود کمک میکردن امید داشتن که اینا آزاد کنن بحث این بود که ما بالاخره این سرزمین را آزاد میکنیم و توی منشور فتح هم آمده بود که این کل این سرزمین فلسطین نام داره سهیونیس اینجا را اشغال کرده ما از طریق مبارزات مسلحانه اینجا رو آزاد میکنیم بنابراین یک دولت واحد فلسطینی و البته یهودی هم حق دارن توش زندگی کنن سه تا طرح اینجا که دولت به حساب طرح هفت ماده ای فتح بود سال 1960 حدود 8 یا 9 بود یکی طرح از به حضور شما دولت دموکراتیک فلسطینی یا سکولار که آقای عرفات البته نای فواتمه ارائه داد جریان چپ اونم سال 69 و یک طرح هم سال 74 را به نام طرح ده ماده ای همه اینا میگن که فلسطین سرزمین عربی هست و یک دولت فلسطینی باید درست بشه، یهودی هم اونایی که از قدیم بودن، اونا هم حق دارن اینجا زندگی کنن. بعضی وقتها میگفتن رفراندوم بگیریم، شبیه همین طراحی که ما الان بحثایی که تو ایران میشه. خب این هم به جایی نرسید، یعنی اسرائیل رد کرد. اینا من بگم که کلا خب یک طرف این طرح اسرائیله دیگه، اسرائیل هیچ وقت نمیپذیره. یعنی مطمئن باشین نمیپذیره هیچ تر رو را من میگم بشه دلیل مگر اینکه معجزه ای بشه نظم جهانی به هم بریزه موازن قوا اوضاع دیگرگون بشه حالا اون طرحهای به حساب وان استیت سولوشن طرف اسرائیلی چی میگه که الان تاکید میکنه میگه اینجا سرزمین آبا اجدادی یهودیان سرزمین موعود خدا وعده داده به ما اینم آیه های توراتش حتی میگن تو قرآن هم میگه اشاراتی شده مبهم بنابراین اونا میگن که اصلا فلسطینیا هیچ حقی ندارن فلسطینیا باید برن از اینجا یا اگه میخوای بمونن خفه بشن اون طرحی که ژابوتینسکی اعلام کرد که دیوار آهنین آیرون وال سال 1919 الان دولت اسرائیل دنبال این یعنی منشه این طری جوان یهودی تنروی روسی بود به نام ژابوتینسکی که در جوانی هم مرد در سی سالگی در آمریکا نوی شد تصادف کرد دولت لیکود و جناه راست دنبال این تره اون اون زمان سال 1919 یک مقاله نوشت به ابری تو روسیه روسیه البته دیگه داش چیز میشد روسیه انقلابی بود به اصطلاح شوروی بود اون گفت به خطاب به یهودیان که بی خود تلاش نکنین عرب ها در فلسطین نمی پذیرن که ما یهودی ها اکثریت باشیم و مال ماست مگر اینکه به ذلت بشینن یک دیوار آهنین دورشون بکشیم و با مشت آهنین با اینا مقابله کنیم که البته سرسدا که بعد توضیح داد نه منظور من این نبوده ولی بحثش اینه که فلسطینی ها باید به خاک زلت بشینن تا بپذیرن که اینجا مال ماست بنابراین این پروژه همچنان دنبال میشه بعدم چند تا طرح هم ارائه شده ببینیم مثلا طرح موش فلگین بود سال تو قرن 21 یک طرح آلون بود یک طرح شورای یشاف بود اینا چی میگفتن اخیرا هم بوده این طرح مثلا طرح موش فلگین میگفت که اینجا مال ماست کلا سرزمین آب یهود عرب ها هیچ حقی ندارن اینا باید برن معمولا هم میگن برن تو اردن حالا تو تن کنفدرال من اشاره میکنم برن اونجا و حقی ندارن و اگر هم که میخوان باشن باید حاکمیات ما رو بپذیرن و جالب اینه که در اون صورت حق رعی هم ندارن یعنی ما رو بپذیرن ولی حق رعی ندارن در انتخابات نباشه کرد ما اسرائیلی هم بهشون کمک میکنیم اون تر شورای یشاف یه تر ارائه دادن سال فکر کنم دهی 90 یا اوایل قرن بیسی حتی مدعی بودن که ما سر شما سنجش افکار کردیم در جامعه فلسطینی قبول دارن فلسطینیا که ما بیایم به هر خانواده یا به هر نفری هزار دلار بدیم اینا میرن و میگفتن در دانشگاه نابلس بررسی شده اینا حاضرن برن یه طرحی هم اونا البته دولت اسرائیل اینا رو نداده یعنی جناهای تونرو دادن و دولت اسرائیل هیچ وقت پای یک صلح رو امضا نمیکنه که اگر اجرایی بشه این طرح اخیرم که اینا شرکت کردن برای اینه که اجرا نشه بنابراین طرح وان استیج سولوشن قسمت فلسطینی باطل شد چون هیچ کس نپذیرفت اسرائیل ها اصلا فلسطینی ها بعدا هم صلح کردن اسرائیل رو به رسمیت شناختن او جنبه اسرائیلیش همچنان سر جاش هست یک دولت واحد تمام یهودی و دولت اسرائیل در این جهت داره حرکت میکنه که به این سمت پیش بره و اما تر خودمختاری چی بود یک سری طرح خود خودمختاری بود مثل کم دیوید مثل اسلو این دو تا طرح اساسی این رم بعضیا به نوعی میگن خودمختاری خودمختاری چی بود و اینه که جامعه بشری یعنی جامعه المللی یعنی پذیرفته شوروی و دیگران که این دولت اسرائیل تشکیل شده دو تا سرزمین هم هست کرانه باختری و نوار قزه اینا ما رو فلسطینی هاست طبق مج... چیزای سازمان ملل 242 و 338 و خیلی چیزهای دیگه ما بیایم اینجا به این فلسطینی ها خود مختاری بدیم یعنی تحت حاکمیت اسرائیل اینا یک حقوقی داشته باشن مثلا امنیتشون دست خودشون باشه اقتصادشون خودش پیش زبان عربی باشه دین اسلام اجرا کنن ای ولی مسئله دفاع و چیزای دیگه مال ماست حق دولت هم در زم ندارن یعنی یک زندگی ساده ای که کنترل ما باشه کم دیوید اینو میگفت اسلو ای رو میگفت ولی خیلی پیشرفته تر بود یعنی چون جناه چپ اسرائیل بود حتی آقای فردوسی رو هم شاید کردن که قرار بود در سال 95 حتی بحث مثلا دولت رو هم بررسی کنه آیا دولت بشه یا نشه که اصلا اجرا نشد جناه راست آمد روی کار اون طرح اسلو بر اساس و تنها دومین طرحی که اجرایی شده در تاریخ 100 ساله اخیر بعد از طرح تقسیم این طرح اسلو بود عرفات امضا کرد اسحاق رابین هم امضا کرد قرار بود که دولت فلسطینی یعنی فلسطینی ها اسلحه رو بدن زمین بگیرن بیان تو کرانه باختری دولت یک اقتدار خودگردان درست کنن بعد از 93 که امضا شد بعد از دو سال به مرحله نهایی در مورد سه تا چیز دیگه هم فکر کنن چون فلسطینی ها سه تا شرط داشتن یک قدس حداقل قدس شرقی در این زمان. در زن در اون ترهای های فلسطینی همیشه قدس پایتخت اینها بوده. یکی قدس یکی آوارگان که پنج میلیون آواره اینا ایبر، ایبر اردن، لبنان زندگی میکنن سوریه و یکی هم دولت استیت چی میشه؟ جناه چپ گفت ببینید فعلا اینو نگیم بذار اجرا بشه مراحل به مرحله پایانی که رسید سر اینا صحبت میکنیم نتیجه این شد که دولت چپ باخت اسرائیل رم تر... رابین رم ترور کردن جریان لیکود آمد گفت اصلا ما قبول نداریم دو دا این داستان ترامپ و برجا گفت رو هوا یعنی بعد اسلو دو یا نمیدونم ما هر کار کردن به جایی نرسید و نتیجهش اینه که آقای محمود عباس اونجا نشسته البته قبلا یاسر عرفات بود قزه هم که دست حماس و جهاد اسلامی فتح و بیرون کردن یه جامعه به صدا دو پارچه ناسیونالیست ها تو کرانه باختری هستن تحت نظر فحمود عباس که نصفش شهرک ساخته شده اسرائیلی ها هی شهرک می سازن هم که یک سرزمین ناکجا دست دست اوناست بنابراین در این طرح خودمختاری اصلو اجرا شد ولی جلوشه گرفتن یعنی یه چیزی الان اونجا خب این طرح خود مختاری بود الگوی پنجم چی بوده الگوی تو استیت سولوشن یعنی بعد از تاسیس اسرائیل این الگو تقریبا اجماع جهانی فعلا رو اینه که دنیا میخواد بگه که ببینید تو این کرانه باختاری و نوار غزه اینا مال فلسطینیاس یه دولت درست بشه دیگه اینجا در کنار اسرائیل یک دولت فلسطینی درست بشه و این تر هم مبتکر اصلی اولیش آمریکاییا بودن اصولا آمریکاییا از قدیم مطرح میکردن البته در زمان جورج بوش پسر سال 2003 که القاعده و مسائل عراق <تصفح> رخ داد اینا این طرح تطوان نقشه راه یا رودمپ ارائه دادن و آقای جورج بوش یک سخنرانی کرد گفت من به فلسطینیا اطمینان میدم که امنیت خواهند داشت دولت خواهند داشت یه دولت فلسطینی در کنار اسرائیل به اسرائیل ما اطمینان میدیم که این دولت زرید بهشون نمیزنه اونها هم امنیت خواهند داشت ما هم تامین میکنیم ولی تمام دنیا این طرح رو قبول کردن یعنی عرب ها بالکل پذیرفتن از فلسطینی و غیر فلسطینی روس ها پذیرفتن فقط یک اسرائیل نپذیرفت دو هم جمهوری اسلامی این دوتا اینا رو نپذیرفتن یعنی یعنی اجماع جهانی رو این دو این تره ولی جناه چپ راست اسرائیل شروع کرد به اخلال کردن اینکه اصلا شهرک ادامه داشت این تر تا زمان اوباما هم بود ترامپ که آمد روی کال آقای نتانیو رفت پنبه تر بزنه سریع روزهای اول رفت آمریکا یه سخنرانی کرد ترامپ هم گفت بله آقا تو استیت سولوشن این چیزی مزخرفیه این نتیجه نابودی اسرائیل ما این رو قبول نداریم یعنی اوباما و جورج هر چی تلاش کردن فایده نداشت بنابراین رفت رو دوباره بحث یک دولت یک دولت که الان ما اما طرح کنفدراسیون چیه داستان کنفدراسیون وینی کنفدراسیون دو جنبه داره یعنی تقریبا یک جنبه اسرائیلی داره و آمریکایی یک جنبه فلسطینی ماجرای کنفدراسیون اینه که اون اسرائیلی ها جناه راست میگه اصلا فلسطینی ها همو اردنیان و اردنیا همی فلسطینیان اینا چرا تو سرزمین برن بیرون برن تو اردن برن با اردنی ها یه کنفدراسیون درست کنن حالا با چی سرزمین با کدوم سرزمین معلوم نیست این از قدیم میگفتن بعد آقای رونالد ریگان در سال 82 یک طرحی داد به نام طرح ریگان معروف شد اونجا مطرح کرد که راه حل کنفدراسیون فلسطینیا برن با اردنیا بعد با شما یک کنفدراسیون درست کنن ولی حق دولت ندارن یعنی حق دو استیت ندارن معلومه اون ریگان چی میگه ریگان حالا منظورش کرانه باختری نوار غزه بود بعضی ها عربا پذیرفتن گفتن نکات مثبتی داره بعضی ها نپذیرفتن اسرائیل هم رد کرد دقت کنین که اسرائیل بسیاری از طرحهای آمریکا هم رد کرده این طرح اخیرم که من میگم امضا شده برای که اجرا نشه برنامهش اشاره میکنم چی است خب یک طرح این طرح مورد نظر کنفدراسیون اسرائیل اینه که اصلا این فلسطینیا برن تو اردن هر کام میخوان با اردنیا بکنن اما یه جنبه عربی هم داره یعنی یک عرب ها به کنفدراسیون اعتقاد دارن فلسطینی ها نظر فلسطینی ها به خصوص یاسر عرفات این بود که بله طرح کنفدراسیون خوبه اما به این شرط که یک دولت فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه تشکیل بشه دولت مستقلی که جهان به رسمیت شناخته بعدا ما میریم با برادران اردنی کنفدراسیون درست میکنیم یعنی کرانه باختری و نوار قزه اردن میشن یک کنفدرال که سال 1985 هم یاسر عرفات یک قراردادی با شاه حسین بس سر همین داستان داستان کنفدراسیون بسن بل کنفدراسیون هم که یه چیز آینده است اصلا مشخص نیست اونا چی میگن اینا چی میگن اما وضعیت فعلی چیه چرا این طرح رو دادن که اجرا نشه چون جناح راست اسرائیلی کلا صلح رو قبول نداره این میگه این دولت یهودی تمام یهودی فلسطینیا باید برن اونایی هم که میپذیرن حالا یک اقلیتی ما امتیازاتی میدیم ولی با این شرایط اصلا نه دولتی قبول دارن نه اینکه آوارگان بیاد نتانیاهو میدونه که این طرح اجرایی نیست چرا چون محمود عباس رد کرده اتحادیه عرب قبول نداره همه قبول یعنی اجرا نمیشه اصلا حالا پنجا میلیارد و اینا همه حرفه این تر اجرا نمیشه اصلا اجرا شدنی نیست چون اجرا شدنی نیست و اینجوری هم خواهد شد نتانیاهو چی میگه میگه دیدین ما طرح رای عربا قبول نکردن پس حرف مایه حرف ما چیه یعنی دولت تمام یهودی همین امروز سفیر آمریکا در به صلاح اسرائیل هشدار داد به نتانیاهو اینا دارن یک طرح میبرن تو کنست که کل کرانه باختری زمینه اسرائیل بشه یعنی اصلا کرانه باخته رو هوا و حتی این ترامپ هم با این مخالفه یعنی اینقدر مسئله که گفت آقا اگه این کارو بکنین دیگه با ما خلاصه حرف نزنین آب ما تو یک جوی نمیره هشدار داد ولی فایده ای نداره امریکایی ها نمیتونن در برابر اسرائیل ایستادگی کنن به یک دلیل خیلی ساده یک نظامی دارن انتخاباتی دو تا حزبن و یک ادهی که رای میدن و یک اقلیت یهودی از حدود دو میلیون رای دارن این دو میلیون رای همه رو میتونی بزنه زمین و این دو میلیون طرفدار اسرائیل هن. بنابراین هر دولت آمریکایی چه دموکرات چه جمهوری به این دو میلیون یا یک میلیون خورده این متکیه و در نتیجه هرچی اسرائیل بگه اینا با یک کمی قرولند کردن میپذیرن بنابراین ما آینده ای که داریم اینه که صلحی اصلا به وجود نمیاد فلسطینیا بر نمیگردن و اسرائیل دنبال این هست که حالا چه کار میکنه آقای نتانیاهو جالبه این ماجرای پروژه ایران نتانیاهو که ایران خطر هستی ای خطر منطقی اینا یک بحث ابزاریه یعنی جناه راست اسرائیل بعد از اسلو به این نتیجه رسید که به اصلاح تقریبا همه چی حل شده یک ایران مونده و یک سری عرب ها اینا خطر یعنی از... نتانیاهو میدونه که ایران نه موشک به اسرائیل میزنه نه اگه اتم داشته باشه میزنه اینا میدونن که ایران دنبال جنگ با اسرائیل ولی از این ابزار ایران استفاده میکنن به دو منظور یکی اینکه خطر ایران خطر اول جهانی بشه و موفقم بودن کاملا موفق بودن اول اینکه آمریکایا رو بکشینن تو اردو خودشون اینقدر حرف نزنین دیگه مزخرف نگین ایران خطره این میخواد بمب بسازه کار کنه کار کنه خطر اصلی اینه این همه تلاش های نتانیا و اینور اونور هی حرف میزنه هدف چیه بعد عرب ها رو بگن که خطر اصلی ایران عرب هایی که احتمالاً ممکن در آینده ما مقاومت بکنن در برابر به خصوص سعودی ها و دیگران حالا مردم اینا هم که ما دشمن مشترک داریم ایران که موفق شدن و در واقع تو این فضا مسئله فلسطین رو ببرن تو هاشیه مارژینالایز کنن و اونجا دخلش رو بیارن و چیکار کردن این همه شهرک ساختن هیچی نمونده ده در واقع بنابراین این پروژه ایران حراسی ادامه داره به عنوان یک سپر بلای از بین بردن قضیه فلسطین و چند ماه دیگه هم خواهید دید که به جایی نمیرسه و اون چیزی که اسرائیل میخواد حالا آیا موفق میشه نمیدونیم نشون میده که خب اینا دارن پیش میرن چون هیچ کس در جهان نیست که در برابر اسرائیل بیست نه آمریکا نه دیگران مهم هم نیست براشون عرب ها هم کلا تو دام نتانیاهو افتادن ایران رو خطر میدونن بنابراین دیدین که آقای ترامپ یکی این آقای ام بی محمد بن سلمان گفت دیگه گفت یا خفشین یا بپذیرینی تر و همین تر آقای کوشنه رو اینا رو بنابراین آینده بسیار تیره و مبهمی و مردم بیچاره فلسطینی آینده ندارن این تر قطعا اجرا نمیشه اصلا اجرا شدنی نیست و اینا میخوان برن به سمت این که کرانه باختری رو منظم کنن تو نوار قزه که فلسطینی ها به جون هم افتادن اردوشان حماس علیه فتح حتی حماس و جهاد هم هم اون ارازل اوباش سلفی هم که مثل حالا فتح الاسلام و هم جیش الفلان و اینا که هستن اونجا اونا هم که با اینا دعوا دارن یعنی یه جامعه پر از تشنج و این چیزی که اسرائیل میخواد یعنی ما هیچ افقی وجود نداره این صلح معامله قرن یه بازی هست که راه افتاده برای که اون هدف نهایی حالا چه خواهد شد نمیدونیم این اینکه موازن قوای جهانی به هم بخوره که بعیده نمیدونیم معجزه‌ای بشه